زمانبندی داره. با یه آکورد من زمانبندی ها رو میزنم، اول جی، تکرارش هم اگه دقت بکنین از اینجا تکرار میشه، قسمت اول دیگه تکرار نمیشه. ببخشید یه بار دیگه میزنم، تمرین اچ. رو نوشته و من براتون اجرا میکنم. قطعش کنیم. خب 6-8 غربیه اینی که میخوایم بزنیم، با 6-8 های ما خیلی فرق میکنه، دقت بکنیم. بعدی قسمت بعدی شروع کنیم و به صورت پلکانی نوت‌ها رو پشت سر هم بزنیم تا برسیم به خود همون نوت. ولی راه انگشتای گام لامینو رو در پوزیسیون‌های مختلف میخوام نشون بدم. با صورت آهسته میزنم. پوزیسیون
کنار هارمونیک. از پایین تا بالا اینا رو به هم ربط و یه سری آرپژهای مختلف، مثلا آرپژه لا ماژور. میتونیم آرپژه رو به هم ربط بدیم، آرپژه‌ای که تو طول دسته داره حرکت میکنه. اول لا ماژور رو میزنم، بعد می سون رو میزنم، دوتا رو به هم ربط میدم. خیلی راحت اینا رو میتونیم به هم ربط بدیم، یا مثلا آرپژ لا مینور. به این حالت یه گامو میتونیم به صورت آرپژ بزنیم، بیایم پایین خیلی راحت، مثلا گام ر ماژور. میتونیم روی آکوردهایی که روی درجات مختلف یک گام ساخته میشه آرپژ بزنیم. ما در اینجا گام ر ماژور براتون انتخاب کردیم که آرپژش رو براتون بزنم. لطفا دقت کنید. اگه دقت کرده باشین آرپژ اولی که زدم ماژور بود، آرپژ دوم و سوم مینور بود و آرپژ چهارم ماژور بود. باز آرپژ که روی درجه 5 ساخته شد ماژور بود و درجه 6 مینور. همین آرپژ رو میتونیم روی چهار سیم وسط بزنیم. یه سری تمرینات الان اجرا میکنم. این تمرینات خیلی مهمه، توی این قطعه استفاده میشه. برای زدن این قطعه حتما باید روی این تمرینات کار بکنیم. این تمرینات رو حتما انجام بدیم به صورت دولاچنگ و تا جایی که میتونیم سرعتشون رو بالا ببریم. اولیش به این شکله. Thank you.
میشناسیم تمرین انجام بدیم. تمرین بعدی به این شکل.